بیا تا به شادی دهیم و خوریم، چگاه گذشتن بود بگذریم. چه بندی دل اندر سرای سپنج، چه نازی به گنج و چه نالی زرنج. سلام و عرض ادب و احترام دارم به همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان، خواهران و برادران ما در هر کجایی که هستید و بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشن هستید. انشالله که همواره صحتمند و سلامت باشید. یک دوشنبه دیگر است و باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر رضای بزرگوار هستیم و از حضور ایشون استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم دکتر، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد او که نامش زینت بخش کلام هاست و یادش آرامش بخش روان ها، من خدمت شما همکار عزیز ارجمند و همینطور همه بینندگان محترم که برنامه رو میبینن عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که لحظات و ساعاتی رو توام با شادمانی، توام با نشاط و امید به خدای بزرگ شروع بکنن و انشاءالله ایامی که پیش رو دارند ایامی سراسر موفقیت و پیشرفت و انشاءالله شادی و نشاط باشه. انشاءالله. بینندگان عزیز و محترم، همونطور که از شعری که در ابتدای برنامه تقدیم شما عزیزان کردم معلوم هست، همونطور از گفته های سرکار خانم دکتر رضایی بزرگواری که موضوع این برنامه در مورد مبحث شادی است. شادی یک امر درونی و روانی است که در درون انسان ایجاد میشه، یک حس درونی است که ممکن که گاهی اوقات حتی متاثر از اتفاقات بیرون هم نباشه، ممکن متاثر باشه ممکن نباشه. یعنی ما گاهی اوقات انسانهایی رو میبینیم در سخت ترین شرایط یک نشاط درونی دارن و یا برعکس، انسانهایی که ما فکر میکنیم که شرایط بیرونیشون، شرایط اقتصادیشون، مالیشون بسیار خوب است، یک وظیفه خوب دارن، اولاد خوب دارن، خانواده خوب دارن، اما ممکن که افسرده باشند و احساس شادی و نشاط نداشته باشند. خانم دکتر، دوست دارم در این برنامه بیشتر در مورد شادی صحبت بکنند و اینکه دقیقا شادی چی است و چطور در دلها ایجاد میشه، به ویژه برای مردم و به ویژه برای نسل جوان. فکر میکنم این برنامه مفید باشه به این خاطر که بعد از اتفاقات اخیری که در افغانستان افتاد، نسل جوانی که بالاخره وظیفه داشتن یا حضور اجتماعی داشتن، به ویژه خانم ها، بسیاری از اونها وظایف خود از دست دادن، معاشات خودشان از دست دادن، شرایط زندگی سخت‌تر شده، مکاتب بسته شده، در بسیاری از جاها دانشگاه بسته است، مکاتب بسته است، دخترها، خانم‌ها نمیتونن حضور داشته باشن. خب قطعا تأثیرات خودش را بر دل خانم‌ها میگذاره از لحاظ شادی. اما ما و شما میدانیم که شادی بسیار امریست که باعث میشه که علاوه بر منظر روحی، منظر جسم انسان هم تأثیر گذار باشد. ممکن یک خانم را ببینیم 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، چون روحیه ایش داره مفهمم که مثل یک دختر 20 ساله معلوم میشه، یا برعکس یک نفر که 20 ساله است اما چون روحیش خراب است رقم یک خانم 50 ساله معلوم میشه. در مورد همین مسئله صحبت بکنید. بسیار ممنون، تشکر از شما. در قدم اول خب تقریبا ما این رو میدانیم که وقتی وارد یک موضوع یا یک مفهوم میشیم، خصوصا بحث مفاهیم، طبیعتا اولین مسئله است که خب چیست؟ بله. در مبنایی که او رو توصیف کنیم، وصفش کنیم، معنی کنیم به اصطلاح عامیانه تر و ساده تر. خب ممکنه که بعضیا بیان بگن که خب شادی شادی است دیگه، حالا این تعریف شادی دیگه اصلا معنی نمیده، مثل این میمونه که ما دنبال باشیم که بدیهیات، چیزایی رو که خیلی واضح و خیلی به اصطلاح روشن هستن نیاز به تعریف. ولی که با توجه به اینکه حالا همطور که شما فرمودید که شادی اصلا اصولا یک ابراز احساسات بیرونی است یا نه یک احساس درونی است، یک حالت ذهنی و روانی است یا یک حالت جسمانی است، به عبارتی از ارگان‌های داخلی بدن من نشأت میگیره یا از عوامل بیرونی من نشأت میگیره یا به ذهن و روان ما بستگی داره. و این مبنا انشالله یک کمکی توضیحات بیشتری به خدمت دوستان خواهیم داد که اولا تعریف و مبنا رو بدانند که بعد قدم به قدم که جلو رفتیم که خب از کجا میآید، فلسفه‌اش چیز چه اهمیتی داره، آیا واقعا لازم هست که ایره ما بشناسیم و بهره مند بشیم یا نه اینکه خب خود به خود مشاریم دیگه، حالا مثلا هستیم یا برعکس ما هیچ گوش شاد نخواهیم شد یا شاد نیستیم، یعنی یک به عبارتی قسمتی از عناصر وجودی ماست، کارش هم نمیشه کرد. اما شادی چیست؟ خب همونطور که اول هم اشاره کردم ممکن خیلی بدی باشه شادی، میگه که خب شادی چیه؟ میگه خب یعنی که لبخند بزنه، خوشحال باشه، بخنده. بله. و بفهمید شما از ظاهر آدم، از حرکات و از سکنات و از برخوردهای ابتدایی آدم بدون که آدم خوشحالی است، شاد دیگه. و تقریبا خیلی ساده و ابتدایی حتی در به اصطلاح مهد کودک ها
به بچه های خورد هم مثلا 4-5 ساله ها یاد میدن، یک شکلک هایی میکشن که حالا نماد بین المللی است که 8 تا احساس کلی ره. معمولا شادی رو با یک لبخندک اینطوری، یک نیم دایره ای که اون صورت افراد مثلا به بچه ها نشان میدیم که، و بعد گفته میشه که این نماد بین المللی است، یعنی در همه جای دنیا در همه فرهنگ ها وقتی حالت چهره متبسم بشه و لب ها کمکی باز بشه، هر انسانی در هر فرهنگی متوجه میشه که این آدمی که روبروی می حالت ظاهری رو گرفته پس شاده، چون در حالت لبخند زدن هست یا به اصطلاح متبسم داره میخنده. منتها حالا آیا فقط صرفا همین لبخند ظاهری روی لب ما و یک حالت جسمانی تعارض بیرونی که داره نشانه شادی است؟ همونطور که شما اشاره کردید قطعا نمی‌کنه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حالا تعریفی که ما می‌کنیم، شادی حالتی از خرسندی است. این حالت منشعب میشه گاهی وقتها از لوازم و ابزار بیرونی، یه دلایل اتفاقی حادثه‌ای در بیرون اتفاق میفته، ما برداشتی از این میکنم، یه مفهومی شکل میگیره و نشان میدم شادیم رو. مثلا در یک عروسی، در یک مجلس عروسی شرکت بله میکنیم شادیم. بله اصلا بر شما مثلا فرض کنید مردم ما مثلا یکی از بهترین نمادهایی که ما برای شادی داریم همونطوری که شما شرکتی مجلس عروسی محافل مثلا سالگرد میگیرن یا مراسم شادی در مورد افراد هست، مثلا طرف خانه نو خریده، ماشین نو، موتور نو خریده، یک چیزی خریده و مهمانی میده و همه میگن مبارک باشه و دقیقاً در حین گفتن همین کلمات صورتشان باز از لبخند میزنن که خب خوش شدیم از اینکه اتفاق براتون افتاد. پس این که اولین گزینه این که ما عاملی رو برای شادی در بیرون دنبالش بگردیم، یک دلیلی در بیرون اتفاقی افتاده، حادثه پیش اومده و او مناسب و خوشایند فرد بوده و خب این احساس شادی کرد. دومی، شادی بر مبنای به اصطلاح مفاهیم فیزیولوژیکی بر مبنای ترشح هورمون‌های درون بدن ماست. هورمون‌ها ترشح میشن و فرایند ترشح شدن اون هورمون‌ها در بدن باعث ایجاد احساس شادی در بدن میشه. این تو نکته دوم. و نکته سوم که میگیم شادی حالتی ذهنی است، دقیقاً هم اشاره‌ای که شما کردید که گاهی وقتا ممکن است فرد در یک سکوت محض باشه، حالت آرام، هیچ عکس العملی نمیبینه، ولی در درون آنقدر شاد است و اینقدر احساس فرح و شادمانی در وجود اوست، اونتا نه لبخند میزنه نه در بیرون دیده میشه. چرا؟ به خاطری که در حالت ذهنی شادمانی شادمانی درونی است. ما هر سه تا اینا رو میگیم شادی، یعنی هر سه به عبارت قسمتی شادی است. خب او چیزی که معمولا بیشتر مورد استفاده قرار میگیره تکه اول است، بله، یعنی اون به عبارتی حالتی که حالت ظاهری و احساسی که کاملا تبارز داره، دیگران رو میبینن که بهترین نمادش است که من لبخند میزنم یا حرکاتی رو به اصطلاح انجام میدم که اون نماینده شادی و نشاطم است. خب حالا ای که آیا فرق میکنه که ما این رو نماد بیرونی بدانیم یا یک عنصر داخلی در ارگانیسم بدن بدانیم یا یک حالت ذهنی؟ بله، زمانی که شما قائل به این باشی که مثلا فرض میکنید ترشح هورمون‌های شادی بخش در بدن باعث ایجاد فرح و شادمانی میشه، تمایل پیدا میکنید در مورد غمگینی و افسردگی به مثلا فرض کنید ابزاری که ترشح هورمون رو در بدن شما بالا و پایین بیاره، کما اینکه ما در مورد افسردگی داریم میگیم قرص هایی بخورید که حالت شادی تو افزایش بده، یعنی دقیقاً شما بر اثر واسطه ورود او قرص بده به عبارتی به داخل بدنتان باعث میشه که ترشح هورمون افزایش پیدا بکنه. آیا خب این نگاه انسانایی که مواد مصرف میکنن اصلا به شما بله مواد که شاد شون به عبارتی اون دسته از مواد مخدری که اصلی ترین عامل اونها ایجاد یک نوع فرح و شادمانی و محرکن تحریک کننده هستن. خب این پس به عبارتی ای که ما کدوم تعریف رو از شادی داشته باشیم بعد برای ایجاد کردن اون هم قطعا مبانی مختلف داشت. ولی خب اگه شادی رو یک نماد بیرونی بدانیم طبیعتا پس به دنبال ابزاریم. چه کنیم که شادمان بشیم؟ یک چیز نو بخریم، به یک جای مثلا جشنها رو شرکت کنیم، با یک آدمی که خوشمشربه مثلا فرض کنیم معامل رابطه داشته باشیم، تعامل داشته باشیم که خب شاد بشیم. لذا اگر یک آدمی بود که در دسترس نداشت، مثلا نه پولی داشت برای جنس خریدن و جنس نو خریدن، نه یک فامیل خوشمشربی داشت، نه یک دوستی داشت، نه یک آشنایی داشت، پس بنابراین باید غمگین باشه. باز دوباره وقتی که اینو تعریف بکنیم عواملش رو باید متناسب با تعریفی که می‌کنیم عواملش هم. بنابراین اینو، ولی مدل سوم تعریفی که از شادی داریم که کاملا شخصی و کاملا درونی است، نیاز به ابزاری نداره. اگر شادی یک حالت روانی و ذهنی باشد، این منم که اون شادی رو در وجود خودم ایجاد میکنم و اون شادی رو به دست میارم. حالا این شادی از کجا میاد؟ چطوری ایجاد میشه؟ بر مبنای یک به عبارتی ترکیبی از یک فرایند، اراده کردن، تلاش کردن و به دست آوردن. اولین چیزی که معمولاً به صورت ثابت از همون کودکی با اون مشکل داشتیم، زمانی که مجبور بشیم شاد نیستیم، ولو که هرچی همون که شما اشاره کردید که خیلی از آدم‌ها در امکانات و رفاه محضن، همه چیز دارن، ولی نکته اینجاست که او رو نخواستند.
این اراده اونها برای تحقق یا تلاش نکردن. ببینید من بهترین امکانات رو دارم ولی برای زحمت نکشیدم. آنچنان ارزش وجود اینا برای من فرابخش نیست، چون احساس میکنم که خب هست. مثلا دیدید بسیاری از فرزندانی که مثلا پدر تمام تلاشش کرده، از همه چیزش گذشته، مادر همه، بعد ولی امکانات و رفاه هست، متا لذت آنچنانی فرزند نمیبره، به خاطر خود که تلاش نکرده برای او. پس یه فرایندی است، از یک جا شروع میشه و وقتی که به انتها رسید، او وقت میشه شادی درونی که ما برای به ایجاد کردن او دیگه نیاز به عوامل خیلی خاصی نداریم. اول تاکید میکنم انتخاب، تلاش و ببخشید اراده، تلاش و انتخاب که حالا به دست آوردن. ببینید اگر زمانی اتفاق بیفته که در هر وهله ای هر کدوم از ما در هر حالتی قرار داشته باشیم که او اراده جلوی اراده ما گرفته بشه، من نخواسته باشم یا خواسته باشم جلوی خواسته ای مرا بگیرن، یعنی دیگه شاد نیستم. هر در هر حالتی شما در هر موردی در هر زمینی که ایره تجربه بکنیم، اگر جلوی اراده شخصی انتخاب او تمایل او برای به دست آوردن گرفته شود، یعنی شادی او گرفته شده. اولین وهله برای اولین قدم برای ایجاد شادی اینه که آزاد باشیم، یعنی من حس آزادی، حس اراده و حس انتخاب برای همه رفتارهام داشته باشم. حالا که انتخاب کردم برای او تلاش کنم، عرق بریزم، زحمت بکشم، یک چند باری مثلا دچار شکست بشم دوباره به دست بیارم، حالا وقتی که به او برسم او احساس درونی بسیار بسیار ارزشمند در من وجود میاد که دیدی بالاخره به دستش آوردم، بالاخره ساختم، بالاخره فهمیدم، بالاخره گرفتم، بالاخره دیدم. یعنی کسی تلاش میکنه برای هر چیزی، از اون آدمهایی که تلاش کردن برای اینکه چیزی را اختراع کنن، از مثلا تلاش های ادیسون شما بگیرید تا همه او اندیشمندان و نظری پردازانی که برای اون لذتی که جمله معروفی زده بود سینا، که وقتی که مثلا در نیمه های شب به یک پاسخ یک استدلال مثلا یک مسئله فلسفی یا یک دانش علمی میرسید، بعد ندا میداد که کجایند پادشاهان، کجایند مثلا ثروتمندان که بیایند درک کنن که من الان چه لذتی رو دارم میبرم از اینکه الان به اون چیزی که خواستم تلاش کردم زحمت کشیدم بهش رسیدم. بنابراین اگر شادی رو به این قسم تعریف کنیم خان بیانی، یعنی ما تعریف ما از شادی، حالا این مدل شادی ممکنه در مورد ابزار مادی هم تحقق پیدا بکنه، ممکنه که در به اصطلاح حالت‌های جسمانی هم تحقق پیدا بکنه، ولی دو مورد اول ممکنه که شامل سومی نشن. اگر ما تعریف ما از شادی مورد سوم باشه، یعنی یک حالت کاملا درونی و ذهنی، می توانیم رو با مورد اول و مورد دوم هم به عبارت این شامل بکنیم، تصریح بدیم. ولی در غیر او، اگر فقط ما که معمولا متاسفانه اینجوریست که ما اون مورد اول رو بیشتر در، یعنی در عامیانه در جمع عموم مردم فکر میکنن شادی همانیست که مثلا به دست بیاری داشته باشی دیگران ببینن لبخند بزنن و تو هم خوشحال باشی، و حالان که البته یه قسمت شادی هست که باز تاکید کردم که اگر رو سومی رو مد نظر قرار بگیریم، ممکنه هدف ما مثلا همین رسیدن به فلان موتر است، هدف ما رسیدن. پس بنابراین یک انتخاب یا اراده ای مبنی بر اینکه من اون رو به دست بیارم، برایش واقعا زحمت بکشم، تلاش بکنم، زمانی که به دستش بیارم قطعا لذت خواهم برد. خب خانم دکتر رضایی بزرگوار، این مورد سوم، اگه من میخوام که یک شادی درونی در خودم ایجاد بکنم، اینو چیکار بکنم؟ چون شما فرمودید مثلا یک چیزی رو بخوای اراده کو برایش تلاش کو به دست بیارم، من یک موتور میخوام، اراده میکنم، تلاشم میکنم، به دستم میارم، خب این واقعا منجر به همون شادی درونی که شما میفرمایید میشه، همون حس رضایتی که همراه انسان باشه، حتی انسان اگر در سکوت باشه. نمیدونم، احساس میکنم که شاید خیلی همراه نتونه باشه، من نفهمم که من منظور خود رساندم یا نه. یعنی منظور از من است که او شادی درونی که من اول برداشت کردم از گفته شما، یک شادی است که حتی در شرایط بسیار سخت هم انسان همون را داره. بله. خب وقتی که من یک چیزی به دست میارم، او شادی از رقم اول شما نمیشن. سختی ببینید، وقتی که میگید شرایط سخت، مهم است که شما چی را میخواستین به دست بیارین. خواسته ای شما ممکنه تغییر شرایط نباشه، ممکنه رسید. ببینید من یک مثال خیلی ساده، من یک خانم خانه‌دار هستم، مشکلات اقتصادی دارم، مسائل مادی دارم، مشکلات مثلا فرض کنید حتی در رابطه مثلا فرض کنید عاطفی با همسرم دچار مشکل هستم، فلان فلان، ولی فرزندی دارم که فرزنده من لکنت زبان داره، زبانش میگیره. من ببینید الان من این اولین نکته میخواهم اراده کنم که تلا کمک بکنم به بچه‌م که بچه‌م از این حالت نجات پیدا کنه، تمام تمرکزم شروع میکنم، حالا میریم مرحله دوم تلاش، میگردم ای ور دکتر متخصص روانشناس گفتار درمان و و و و همه اینها. خب در نهایت بعد دو ماه تلاش، بعد سه ماه تلاش، کودکی من قبلا یک دقیقه نمیتونست گپ بزنه، در طول یک دقیقه سه بار چه بار دو چهار سکته میشد، وقفه ایجاد میشد، زبانش میگرفت، ولی الان 4 دقیقه 5 دقیقه رو به راحتی گپ میزنه. بعد این شادی
هیچی هم تغییر نکرده، همه شرایط همانطوری که بوده. من مشکل با مثلا ببینیم مسائل اقتصادیم هست، مشکل این شادی متناسب با هدف تحقق پیدا میکنه، ولی شرایط بستگی داره. پس اگر مرحله بعدی اقدام کردم که شرایط اقتصادی ما تغییر بدم، حالا ممکنه دو ماه طول نکشه، دو سال طول بکشه، بله بله. تلاش من، ولی باز زمانی که به اون میزان از رفاه رسیدم، اون زمان شادی تحقق پیدا میکنه. درست درست. بینندگان عزیز و محترم ما، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 عزیزان فراموش نمیکنید. شما عزیزان میتونید که همین الان هم از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال از کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار دارید، برای از ما روان کنید. همین الان سعی میشه که به سوال شما عزیزان و دوستان پاسخ داده شود ان شاء الله از طریق فضای مجازی یوتیوب، واتساپ، آپارات و اینستاگرام و دیگر فضاهای مجازی هم میتونید که شبکه هادی تیوی دری را دنبال بکنید و برنامه خودتان، برنامه روشنان را ببینید. در اونجا هم میتونید که کامنت بگذارید، نظرات خودتان را، انتقادات، پیشنهاد اگر دارید. ما بسیار خوشحال میشیم که انتقادات و پیشنهادات زیبای شما عزیزان را دریافت بکنیم. با ادامه گپ و گفت با دکتر رضایی بزرگوار در خدمت شما هستیم. دکتر رضایی بزرگوار، بحث در باب شادی است و ما اتفاقا در فرهنگ اسلامی هم روایت بسیار زیبایی در باب سرور و شادی و مسائل اینچنین داریم. من یک روایت را برای دوستان عزیز میگم که پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من سر مؤمنن فقط سرنی، کسی که یک مؤمن را شاد بگردانه مرا شاد گردانده، و من سرنی فقط سر الله، کسی که مرا شاد بگردانه خدا را شاد کردند. پس یعنی شادی یک حس بسیار مثبت است. ما باید به دنبال کسب و دست آوردن، حتی به دنبال پخش کردن و به دنبال پخش کردن ما روایتی داریم که دوستان عزیز ما شاید هم شنیده باشن که میفرماید المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. بله بله. مؤمن اصلا کلا یکی از خصلت های ایمانی است که شما شادی هایتان را تظاهر کنید که ببینن در صورت، یعنی همون لبخند. بله. تلاش کنین که بس شادی هایتان دیده بشه. این بحث حالا میشود گفت که حرکت قدم بعدی ما در بحث شادی است که مثلا شادی میزان او و یا معیار او برای شادی. شادی تنها کلیتا این حسی است که هر چقدر شما رو بیشتر انتشار بدهید همونقدر مضاعفتر میشود. یعنی زمانی که من فقط میخندم شادی از خودم است، ولی زمانی که من میخندم و بر اساس خنده ایمه شما لبخند میزنید، قدرت شادمانی بیشتر میشه. به هر تعدادی که آدم هایی که در اطراف ما و شما باشن که بر اساس لبخند و خنده و شادی ما و شما این احساس به اونها سرایت پیدا بکنه، قدرت این. ولی نکته جالبش است که حالا نکته دوم که گفتم، شادی ها مرحله اول فیزیکالش وارد بدن ارگانیسم بدن میشه. ما داریم که شما وقتی که لبخند میزنید، ترشح هورمون های داخلی بدن شما باعث افزایش نکات بسیار مثبتی در بدنتان میشه. بله. مثلا ضربان خونتان رو تنظیم میکنه، مثلا فرض کنید که هورمون های بدنتان به صورت کاملا ثابت کار میکنه. مثلا 10 دقیقه خندیدن ممکن است که به سلول های عصبی شما استراحت کامل بده و باعث ایجاد طول عمر بشود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این مثل این میماند که شما به عنوان مثلا این عناصر بدن ما که کار خودشان میکنن، یعنی ببینید سلول های عصبی ما میلیاردها هر لحظه، هر هزارم ثانیه در حال رفت آمد هستن و دارن کار خودشان میکنن. این خندیدنمه، این لبخندمه باعث یک نوع انگار آزاد شدن انرژی مضاعف میشه، توان اینها رو برای کار کردن. مثل اینکه ما میگیم که خب الان کارگرن دیگه، یک وقتی هست که من به عنوان صاحب کار از اینجا گذر میکنم، یعنی نگاهی میندازم، هیچی هم نمیگم، نه تشر میزنم، نه به عبارت اینا رو سرکوب میکنم، یا نمیگم که تو چرا کارت بد است فلان، رد میشم. خب این میبینه که من رد شدم، هیچ اکسال حالی میشون ندادم، کار خودش هم میکنه ولی تاثیر آنچنانی نمیذاره. ولی اگر یک بار من رد شدم، گفتم آفرین، نام خدا خوب کار میکنی، خدا مثلا شما رو خیر بده، حلالتان باشه این پولی که میگیری، همین انرژی مثبت که به این میدم توانی ای آدم را برای کار کردن مضاعف میکنه. خنده دقیقا همین کیمیایی است که در داخل بدن، در ارگانیسم بدن ما یکم چه اتفاقی میفته. سلول های عصبی ما دارن کار خودشون میکنن، قلب ما داره میزنه، جریان خون رو پخش میکنه تک تک اندام ها. ولی زمانی که دقیقا برای لحظاتی، حتی برای ثانیه های 5 ثانیه، 10 ثانیه، 20 ثانیه، حالا حتی داریم اگر مبدل به چند دقیقه بشود، تبدیل میشود به یک معجون، تبدیل میشود به یک کیمیایی که کل عنصر، تمام عناصر هستی داخلی ارگانیسم بدن ما رو متحول میکنن. و بعد داریم که خنده افزایش عمر داره، به خاطر اینکه اینا از نو میشن، یعنی توان مضاعف پیدا میکنن، تقویت میشن، و بعد باعث میشه که، و مهمترین عنصری که تاثیر میذاره بحث ذهنه، یعنی سلول های عصبی ما با ایجاد یک هیجان مثبت شادی، توان اونها و ظرفیت اونها برای بهتر کار کردن و بیشتر کار کردن افزایش پیدا کنه. و شاید برای همون باشه خانم دکتر که ما میشنویم که در برخی از کشورهای خارجی یک اتاق کاری تعبیه میکنن که مردم برن اونجا و فقط بخندن. بله.
برای که همونطور که شما فرمودین، حتی اگر که امو شادی که به دست میارم، امو شادی بهترین درجه شادی درونی نباشه، یک شادی ظاهری و لحظه بله. چه تأثیر خودم بله بله میگذارم. به اصطلاح و ایدال ترین حالتش بود که ما متقین بالاترین مرحله ای که ما از شادی به دنبال او هستیم و بسیار تأثیر گذاره، به خاطری که ماناست خانم بیانی، بسیار پایداره. شادی ها که میگیم مثلا میگیم 5 دقیقه، در نهایت یک کسی بتونه 10 دقیقه ممتد و متوادی بخنده، بعدش که تمام میشه خنداش. و در مجلس عروسی 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، 3 روز، 4 روز، 1 هفته شادیم. بعد دیگه خوب مراسم تمام میشه دیگه، و عروس و داماد نام بودن، 1 هفته گذشته خلاص شد. ولی بعضی از اون که به عبارتی بالاترین نوع شادی و شادی پایدار، زمانی که من لذت، ببینید مثلا همین مادری که من مثال زدم، زمانی که مادری که کودک او در هر 30 ثانیه یک بار مکس داشت، بعد از تلاش 2 ماه و 3 ماه او، کودک او به جای رسیده که 5 دقیقه پشت سر هم گپ میزنه و هیچ مکسی نداره، این شادی اصلا قابل و این ماندگار است. یعنی تا زمان هر بار که این مادر یادش بیاد که این مبودم که تلاش کردم که بچه‌م از اون وضعیت ناخوشایند الان به بهترین حالت برسه، و بعد باز امیدواری ایجاد میشه که خب حالا که مثلا 5 دقیقه احتمالاً میتونم 5 دقیقه رو تبدیل به 20 دقیقه بکنم، تبدیل به 1 ساعت بکنم، و بچه من لکنت زبان داره، هر از چنگای هر 2 ساعت 3 ساعت دیگه، پس بنابراین امیدوار میشه که این ارتقا بده، 10 دقیقه رو بکنه 20 دقیقه 20 دقیقه، و این شادی همان طور پایدارتر و ماناتر و ماندگارتر خواهد بود. ولی خب این مدل شادی هم که شما گفتید طبیعتاً قطعاً تاثیر خودشو داره. حالا وقتی میگیم چیز مثبت، یعنی کمش هم مثبت است زیاد، ولی خب هر چقدر که به سمت کمال بریم، اون رو گسترده تر و کامل تر در نظر بگیریم، طبیعتاً تاثیرش هم بیشتر خواهد. خب دکتر، پس شادی صرفاً یک امر مثبت از حد و مرز نداره؟ حد و مرز به معنی اینکه ببینید احساسات ما حتی مثلا به عنوان مثال اینکه بخوایم، چون یک امر میشود گفت که فرا یک حالت حدود، مثلا ما در مورد غم ما قائل به تجسم نیستیم دیگه، مثلا در مفاهیمی که محدوده برای اونها ایجاد میکنیم، یک آدمی ممکن است که غمگین بشه، غمگین بشه، غمگین بشه تا اونجا که به طور کل از هستی خودش دست برداره، خب نهایتاً میمیره. یا آدمی ممکنه که شاد بشه، شاد بشه، بگیم خب تا کجا شاد بشه که بعد از شادی بمیره، مثلا یعنی یک همچین تصور به طور کلی برای احساسات. ولی که محدود قائل شدن، دقیقا تعبیری که من از همون شادی درونی دارم، شادی درونی نکته ایش است که اگر او احساس لذت رو به دست بیاریم، نه تنها در مورد خودمان مادامی که هستیم، مثلا شما فکر تصور بکنید او انبساطی رو که شادی رو که مولانا به دست پیدا کرده در رابطه با شمس، فقط مال اوست، نه، 900 اندی از مرگ مولانا گذشته، هر آن کسی که غزلیات و مثنوی مولانا رو میخواند دقیقاً در همون آن همون شادی رو دریافت میکنه. پس این میشه مانا و ماندگار، یعنی شادی هایی که اون نکته اعظمی که در شادی های به اصطلاح ذاتی و درونی داریم، این که فقط در چارچوب حدود ما نمیمونه، اگر تبدیل بشه بعد به یک همو اثر، به خلق یک اثر، به یک نتیجه و به یک پیامد، سالهای سال امتداد پیدا میکنه، کما اینکه هنوزم که هنوز شما فلافس که میگیرید وقتی که میگه یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، دقیقاً یک احساس آرامش بهتون دست پیدا میکنه، کما اینکه همون لحظه که حافظ ایرم گفت همو احساس داشت. درست، من در تایید سخن شما یک چند بیت از مثنوی مولانا رو برای شما بخونم. عزیز میخونم: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم، گفت که سرمست نی رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. بسیار زیبا جناب مولانا وقتی که اشعارش را میخونیم، یک در کل مثنوی یک حالت انبساط روحی وجود داره، انسان دریافت میکنه که این شعر از یک نفر توسط یک نفر سروده شده که یک فرد بسیار شاد بوده در زندگیش، از لحظه لحظه زندگیش استفاده کرده، لذت برده، احساس شادی داشته و سعی کرده این شادی رو به دیگران انتقال بدن. پس بنابراین بسیار پایاتر از اون چیزیست که یعنی حد و حصی روش خواهیم میتونیش. بله. کاملا دارمی بله. و همیشه گیمی کنه. درسته خانم دکتر، در حدی فکر میکنم که 8 دقیقه از برنامه به پایانش مانده، اگر که بحث بعدی رو آغاز میکنون یا یک جنبندی میکنون بسیار تشکر. بسیار خوب. چون حالا من اون بحث فلسفه شادی رو میخواستم بپردازم، که خوب یک کمکی چون تقریبا 5-6 قسمت از دانه به دانش رو باید توضیح بدیم، من اون بحث رو خب قطعا وارد اون نمیشم، فقط یک نکته در مورد همین به عبارتی انواع شادی. ببینید، ما همطور که مطرح کردم، اون متعالی ترین نوع شادی ذاتی و درونی است،
ولی خب میشود گفت که ابتدایی ترین و حالا نمیگیم کم ارزش چون ارزشش بسیار زیاده، ولی ابتدایی ترین و ساده ترین نوع شادی، شادی همون ظاهری و جسمانی است. نکته مهمی که وجود داره اینه که همونطور که شما فرمودید، هم در روایات دینی ما و هم در مباحث فرهنگی ما و هم به طور کلی در کلیت ماهیت انسانی، اساساً یکی از اهداف اساسی ما برای زندگی کردن باشه که تا میتوانیم شادی ها رو نشر بدیم. شادی رو نقش دادن به عبارتی من یک دریچه ای رو باز میکنم به روی همه بینندگان عزیز ما، ایره که خواهش هم نیست که ایره کمکی دقت بکنن و انشالله از خدا بخوایم که توفیق بده که ایره عمل بکنیم، چون خیلی وقتا دانستن صرف کمک کننده نیست. یکی از موارد پخش کردن شادی، خب طبیعتاً من به عنوان یک انسان در اولین محدوده از جامعه که زندگی میکنم که بسیار هم به او وابستگی دارم، فوق العاده هم تاثیرگذار از خانواده. بله بله. بیاین با هم این پیمان رو ببندیم و این تلاش رو بکنیم که سعی کنیم تا حد امکان محیط خانه و خانواده من رو شاد کنیم. اولین نماد شادی همون شادی های ابتدایی، همون شادی های اصلی. من به عنوان یک مادر به طفل 5 ساله‌م، 6 ساله‌م، دختر نوجوان 13 ساله‌م، به پسر نوجوان 15 ساله‌م، به جوان 20 و چند ساله‌م، به همسرم، به پدرم، به مادرم، خواهرم، برادرم و همه اطرافیانم این شاد اولا ایجاد بکنم زمینه‌های شادی ره. از درک من که به عنوان یک مادر مثلا فرض کنیم شاغل هستم، من وظیفه دارم، یا اصلا بیرون برای یک کاری رفته بودم، یا حتی در داخل خانه هستم، کارم تموم شد، کالاشی داشتم، مانده شدیم، یعنی به شدت یعنی واقعا خسته شدیم دیگه، ولی بعد یک احساسی بودیم خب حالا ببینید من خستگی ماندگیم رو مثلا فرض کنیم فرزند ما اومد گفت که مادر مانده نباشید، بعد گفتیم چی مانده نباشید، خب کار همیشه گیم است، شما هم که مثلا فرض کنید دیدی دیگه تو گوه بین مادر رو اتفاق میفته، کار میکنم خسته بله. خسته هستم، خب شما که هیچ درک نمی کن، تو که نشست مثلا، تو که اینا رو نشستی مشوشتم، ببینید ای خب الان خستگی نه تنها کم نمی شود، این دیالوگ گفتگوی ما، خستگی که کم نمی شود، ما احساس خوشایند خوبی که بچه‌م فرزندم اومد و ما گفت که مادر، مادر جان مانده نباشی، یعنی شادی رو اومد که به من به منتقل بکنه، من تبدیل به یک صد شدم، جلوی رو گرفتم و حتی شادی او رو از بین بردم. چی ماندگی؟ من که همیشه مانده هستم. خب اشتباه است. اگه او گفت مانده نباشیم، با وجود آن سختگی، خستگی مفرطی هم که دارم که واقعا خستگی داره، خصوصا اون عزیزان ما که امکاناتشان هم کمتر است، ممکنه که مثلا بس آب فرض کنید که نلکشی نباشه، بس برق نباشه، امکانات دیگه نباشه، مجبور باشن باشه با در اصلا آب داخل، خیلی موارد که قطعا بینندگان عزیز ما خصوصا بانوان محترمی که هستن که ممکنه در شرایط خاص بسیار واقعا ممکنه ماندگی ایجاد بکنه. خب الان این خستگی رو دارم، فرزند ما اومد گفت مانده نباشی، اگر تمام این خستگی رو به یک گوشه بانم، یک لبخندگی ساقط شما مادر تو هم مانده نباشی، یا تشکر، یعنی ببینید این شادی رو پخش کرد، من او رو گرفتم، مضاعفش کردم، مو برگرداندم. خب این طفل من ولو 5 ساله باشه یا 12 ساله باشه، حس خوشایندش به من انتقال داد، من یک قسمتی از سختی از اون خستگی من کاسته شد واقعا، و بعد متقابلا من که او برگردون مضافش کردم، حالا ایسه خوشایند نمیره به خواهر خورتر. باز چقدر تاثیر میگذاره در روابط بین افراد. مگر میخوایم که مثلا اولاد ما وقتی که نوجوان شد از زید از من شنه و به گفته های از من عمل بکنه، خب من از همین الان باید تلاش کنم که رابطه ها رو درست بکنم. تو جایی که برای من امکان داره و بعدم به دنبالی نباشید که حتما یک کالای نو بخرم که طفلم شاد شوه، یا مثلا فرض کنین که دختر جوانی بچه جوانی موبایل خواسته، بمانم که چند هزار روپیه رو جمع کنم یک دفعه بریم موبایل بخرم، نه به مثلا در گفتگو یعنی ساده بگیریم، ساده و در این حال خیلی هم دستی افتنی، منتظر باور داشته باشیم که از محبت خارها گل میشود و از محبت سرکه ها مول میشود. هر چقدر که اینو پخش کنیم، هر چقدر که ایره به عبارتی انتشار بدیم، نکته مثبتش است که مضاعف میشه، چندین برابر به خودمون برمیگرده، و اصلی ترین پایگاه و جایگاهی که باید منبع تولید شادی باشه قطعا خانواده است. یعنی اگر من به عنوان یک مرد به زمانی که در خانه‌م رو باز میکنم، از خانه‌م بیرون میام، از این هر کسی که در کوچه مرا میبینه لبخند میزنم، فلانی جان چطور هستی، فلانی صاحب خوب هستی، داخل محل کار میریم با همکاران بسیار خوش برخورد، بسیار مثلا برخوردهای آنچنانی، خنده های آنچنانی، تا محیط کارم که تمام میشه مثلا فرض کنید از موتر شدم یا از وسیله چی اومدم، بازم کلیر انداختم در داخل قفل و چرخید و دروا شد، انگار تمام اون شادی ها رو گذاشتم در بیرون خانه، تبدیل به یک آدم متفاوت شدم، وارد شدم، بعد یک حالت مثلا استیلای خاصی میگیرن، یا حالت مثلا گاهی وقتا متاسفانه در بعضی از فرهنگ ها و در بعضی از خانواده های ما وجود داره که احساس می شود که مرد امروز مرد سالاری، یعنی همون ابهت، و حالا که
پدر باید مظهر لطف باشد، پدر باید یک حالتی داشته باشه که فرزند بتواند بهش تکیه کنه. یه آدمی که از محضی که پایش داخل کوچه ماند یک آدم خوش برخورد و یک آدم بسیار مهربان و لطیف و فلان، بعد که برمیگرده باز پایش در خانه میمونه، انگار تبدیل شده یک موجود دیگه. شاید احساس میکنه که مثلا در این رقم اگر باشه مدیریت بهتر و سامسایتر میتونه انجام بده. ولی مسئله است که مدیریت با قار و خشم و ترشویی و قاش ترش نمیشه. مدیریت هم تو که شما فرمودین با عطوفت و محبت قطعا بهتر میشه. استدلال ما از کجاست خانم بیانی؟ که یعنی البته متاسفانه یکی از مفاهیم تقریبا بنیانی در فرهنگ ماست متاسفانه این قصه، خصوصا در مورد پدرها. حالا که من مسلمانی هستم که ادعا دارم پیرو پیغمبری هستم، که بزرگترین ویژگی او حسن خلق او، برخورد او، محبت او و اصلا کلا یکی از ویژگی‌های پیغمبری است که ما میگیم پیغمبر ما همیشه متبسم بود، بله. همیشه بر لب داشت. و چطور میتوانم به عنوان یک پدر یک به عبارتی یک حالت خشونتی را داشته باشم که دارم زندگی نامه کسی را میخوانم به عنوان پیامبر رحمت، به عنوان الگو و اسوه خودم که خدا او رو برای همه عالمیان رحمت قرار داده، مظهر محبت است، که او با فرزند خودش او رو میبوسید، دست او رو میبوسید، جلوی او بلند میشد، او رو بغل میکرد، اون گفت تو پاره تن من هستی. یعنی ببینید وقتی این قسم ابراز محبت ها و برخورد ها رو ما در سیره و سلوک پیغمبر میبینیم، چه ادعایی داریم مبنی بر مسلمان بودن که بعد حالا میگیم که ما اینجوری عادت کنیم؟ نه، اگر ما عادت کردیم عادت بدی کردیم. اگر این قسمتی از فرهنگ ما شده باید تغییر داد. بله حتما باید تغییر داد. بپذیریم که تاکید میکنم تمام تلاشمون رو بکنیم که تا جایی که برای ما مقدور است شادی هایمون رو در خانه و خانواده برای عزیزترین کسا. او پدر مره مگه برای کی زحمت میکشه؟ بله. برای کی سر کار میره؟ برای کی به اصطلاح عامیانه تر میگیم که تلاش میکنه؟ اگر همون تلاشت رو با ای ببینید معجون، شما مثلا یک غذای درست میکنی نمک نندازی، تو چاشنیه مثلا غذا نمک است، شما نمک ننداختی بهترین گوشت ها رو هم استفاده کنی، اصلا کسی سمت تو بو ممکنه بوی گند بگیره. این همین نمک چاشنی زندگی است، همین شادی چاشنی، همه او تلاش ها و زحماتی است که شما میکشی. از در کی میای بالا خند بیا درست جان پدر بیا بغلم، حالا مونده هم هستی، شانه های بالکل درد گرفته، شما مثلا پدر عزیزانی که پدری که کارگر است مانده هستی، ولی امو مثلا گونی های چند منیره که تو بالا و پایین کردی تانستی، حالا یک طفل 5 ساله که حالا 7 کیلو 10 کیلو 20 کیلو این هم بخل کو فکر کن یکی از اون گونی هاست. و بعد این ابراز محبت، بعد ببین او مثلا ناز میکنه پدر جان مانده نباشی، ببین چقدر از او خستگی های روشانه های تو کاسته میشه. یعنی گفتم شادی رو هر چقدر که پخش کنیم مضاعف او رو برداشت میکنه. انشالله امیدوارم که به عنوان یک توصیه، به عنوان یک حالا کوچکتری که برای همه دوستان عزیزان با خصوصا با شرایطی که مردم ما دارن، طبیعتا پخش کردن عنصر شادی به عنوان یک نمو جادویی که دیدید که در کارتون ها و انیمیشن ها هست، یک به اصطلاح عصای جادویی که میزنن میشه همه چیز روشن میشه، همه چیز خوب میشه، قطعا ان شاء الله همونقدر موثر خواهد بود. تلاش کنیم که شادی ها ان شاء الله. بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر، بسیار استفاده کردیم. ان شاء الله در دوشنبه دیگه باز هم در خدمت شما خواهیم بود با همین موضوع مسئله شادی. از شما بینندگان عزیز هم بسیار تشکر میکنم عزیزان، تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. با لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. عزیزان و بزرگواران ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. با همراه کارشناس محترم خانم دکتر رضای بزرگوار از حضور شما مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلوات الله سلام الله علیک.